روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز، برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنانکه افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. خرمای نخلی و یا فینیکی سرفه را کاهش می دهد و راه های نفس را نرم می کند. مردمان عربی که در بیابانها سکونت دارد، نخل را منبع حیات می حسابند. زیر سایه درخت نخل همیشه از گرمی بسیار در امان بودن ممکن است. این درخت برای مسافران در برابر میوه خود همچنین نوشاکی شیرینی را دارد که از تنه قطع شده آن می گیرند. خاصیت ها و نشانداد ها. خرمای نخلی یکی از منبع‌های خوبی میوگی است. 100 گرم تخمیناً 10 عدد این میوه 275 کیلوکالری را تامین می‌کند. این مقدار 11% معیار طلباتی هر روز یک مرد بالغ است که با کار جسمانی معمول مشغول می‌باشد.
ماده های نسبتاً مهم غذایی در ترکیب خرما از اینها عبارتند. قندها 66% که اساساً از گلوکوز و فروکتوز عبارت است. خرما نخلی از جمله میوه هایی است که قندی بسیار دارد. ویتامین های گروه B، مخصوصاً B1، B2، نیتسین و B6. این ویتامین ها در برابر دیگر وظیفه های خود استفاده شدن قندها را توسط حجره های ارگانیسم آسان تر می کنند. خرما مقدار نظررس ویتامین های مذکور را تامین می کند که تأثیر آنها را مفید تر می گرداند. معدن ها خرمای نخلی در ترکیب خود معدن های فراوان دارد. از بین معدن های ترکیبی این میوه اساساً پتاسیم، مگنیزیم، فاسفورس و کلسیم طبق ترتیب ذکر شده برتری دارند. بعضی از میکروعنصرها نیز به مانند میس، منگنیزیم و مقدار معین در ترکیب خرمای نخلی وجود دارد. چربافته ها 100 گرام خرما قریب معیار توصیه شده چربافته ها را تامین می کند. قسمی بیشتری آنها بافته های حل شونده در شکل پکتین و شلیم هستند. هرچند بافته های حل شونده یا بافته های سلولوزین نیز در ترکیبشان موجود است. و هر دو نوعی بافته های مذکور برای روده تأثیر مفید دارد. در برابر این خرما یک چیزی بسیار مفید و نیروبخش است با وجود آن که پروتئین در ترکیب خرما بسیار کم احیاناً تا 2% می رسد وجود دارد. در میان میوه ها با استثنای آووکادو مقدار پروتئین آن یکی از بیشترین هاست. این پروتئین های نسبتاً پوره را بدن خوبتر جذب می کند. مقدار چربی در خرما تخمیناً به 0.5 برابر می رسد. مهمترین حالت هایی که خرما را برای طبابت و پرهیز استفاده می کنند اینها می باشند. بیماری های نفس معمولا خرما را برای کاهش دادن سرفه خشک و طبابت شمال خوره راه های تنفس استفاده می کنند. ثابت شده است که خرما بر راه های تنفس نرمی می بخشد و به سبب مقدار فراوان قندهای ترکیبی خود و دیگر موادی که تا به حال کامل آموخته نشده اند سرفه را شفا می بخشند. غذاهای پرهیزانه که پروتئینی کم را طلب می کند، خرمای نخلی در قیاس به قابلیت نیرو بخشیدنش پروتئینی کم دارد. اگر ضرورت به محدود کردن استعمال پروتئین به میان آید، مثلا در حالتهای ضعف گرده ها، استعمال خرما بسیار زیاد است. غذاهای پرهیزانه که قابلیت نیروی بلند دارد، خرمای نخلی خاصیت‌های قوادهی که در حالت‌های بیمداری و ضعف در دلخواستین و سال سودمند می باشد. به سبب فراوان بودن مقدار قندها، ویتامین‌ها و آهن، خرما برای نوجوانان، ورزشکاران، زنهای حامله و شیرده بسیار مفید است. آماده کنی و طرز استعمال 1. به شکل تازه خرمای تازه نسبت به خشک کرده آن نرمتر و خوبتر است. اکثر وقت خرمای نخلی را زود پس از روان چیندن یخ می کنند و به واسطه پیش از روان کردن به بازار یخهای آن را آب کرده سپس به فروش می گذارند. هرچند روند یخ نمایی به سبب کم بودن آب در ترکیب خرما به آن تأثیر جدی نمی رسانند. به هر حال استفاده خرمای تازه نوابسته از گرانتر بودن ارزش آن فایده بیشتر دارند. 2. خشک کرده خشک‌کنی معمولی ترین واسطه نگهداری خرمای نخلی است. برای نرمتر کردن خرمای خشک کرده، آن را قبل از استفاده در آب یا شیر تر می کنند. 3. در شیر جوشانده شده
استفاده شیر سنئی توصیه داده می شود. 100 گرام خرما را داخل نیم لیتر شیر گاو یا دیگر نوع شیر انداخته یک چند دقیقه بجوشانید. پس از آن جهتی بیشترین فایده را گرفتن برای اعضای نفس کشی تان خرما را با شیر استفاده نمایید. اگر بخواهید یک قاشق عسل هم علاوه کردن می توانید. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. غذای سالم با مزه است. همه می دانند که هر یک خلق انانه های ملی و طرز آماده کردن غذاهای خاص خود را دارد. وقتی در مورد آشپزخانه فرانسوی ها سخن می رود، زود غذای کراسنق و فاگرا به یاد ما می آید. خوراک و غذای ملی فرانسوی ها این بارش یعنی سوب می باشد. کارتی ویزیت یا مقوای آشپزخانه قرز ها این بشبرمک می باشد. ولی امروز من می خواهم در مورد آشپزخانه گپ بزنم که برای من یک نمود نعمتی حقیقی شده است. انا برای چی؟ 16 جولای سال 2000 روزی یک شنبه. سلام دوست خوبم. من بسیار چیزهای جالب برای گفتن دارم که باید بگویم. من غذاهایی که در حال حاضر میخورم منت دارم که با خوردن اینها خوشبختیم دو برابر شده است. گوش کن. پدر کلانم همیشه میگوید عزیزی من متوجه سلامتیت از همین جوانی باش. وقتی که سلامت باشی زیبا میباشی. من حالا بسیار جوان هستم. ولی نه برای همیشه به صحت و سلامتی هم اهمیت می دهم. ولی من همیشه می خواستم که غذاهای بامزه و کالوری دار را استفاده نمایم و به سلامتی و اندام من تأثیر نرساند. در این هفته من برای خودم یک رستوران باور نکردنی باز کردم که آن بی نظیر، مدنی، مفید و با طرز غذا آماده کنی عادی. این است همه چیزهای گفتنی من. تحقیقات‌های مختلف طبی نشان می‌دهد. آفرین و متشکرم به این طرز غذاهای آدمان منطقه بحر میانه زمین. از نصف بیشتر مردم بحر میانه از خطر مریضی‌های رگ دل، وزن اضافی، فشار خونی بلند و شکر یا دیابت رنج می‌کشند.
تو می پرسی چی است این غذاهای جالب؟ این رستوران یا آشپزخانه بحری میان زمین نیست به مانند اسپانیا، ایتالیا، گرجستان، کیپر، اسرائیل، لیون، فرانسه. بله، انعنه های این مملکت ها در آماده کردن غذاها با یک درجه بلند فرق می کند. برای همین این فهمش های عمومی و مجموعی دارند. آنها چیزهای استفاده می کنند که دیگران بسیار از آن استفاده نمی کنند. بحر میان زمینی ها سه نمود غذاهای خاص دارند. 1. استفاده فراوان غلجات، میوه ها، گیاه ها، چارمغز و سبزیجات و نیز آنها بسیاری کبودی ها یعنی گشنیز، نعنا، پیاز و سیر را استفاده می کنند. و نیز سالاد های از سبزیجات های تازه را در غذای هر روزشان استفاده می کنند. 2. آنها گوشت خوک، روغن های لبنیاتی استفاده نمی برند. آنها به جای چاشنی از روغن زیتون استفاده می کنند. آنها در خمیر شیرینیشان از روغن رستنی و کرم استفاده می کنند. تحقیقات نشان می دهد که رژیم بحر میان زمین از پیشروی مریضی الاسکمر را کم می سازد. او تحقیقات چیست؟ من خودم حس می کنم که استادان ما جفتی از لیان است و آنها خود را بسیار خوشحال حس می کردند. آنها از زندگیشان خرسند بودند. در سن 50 سالگی به مانند 35 ساله ها معلوم می شدند. خانواده لطیفه بیشتر از غذاهای استفاده می کنند که در آنها بسیار تر سبزیجات، غلجات و میوه‌جات عبارت است. این بیشتر به غذاهای بحری میان زمینی ها مانند است. حقیقتاً یک استثناء وجود دارد. بیری که در این منطقه بحر میان زمین تعلق دارد، بهتر از دیگر منع شود، چون مفید نیست و مانند دیگر بیرها. غذاهای بی‌نظیر این رستوران طرز آماده کنیشان ساده می باشند. اینها محصولات طبیعی و بوهای خوب دارند که آدمان از آن لذت می برند. و او چطور رنگارنگ است؟ سرآشپز، حالا من فهمیدم که کدام نوع غذا برای من مفید و کامل است. غذای چاشتم را با سالاد، چاشنی و روغن زیتون شروع می کنم. این بسیار عالی است. رژیم آدمان بحر میان زمین خوب و همه طرفه اعتراف شده است. 60% کربوهیدرات، نان و محصولات ماکارونی. 30% روغن، ترکیب آن روغن زیتون. 10% پروتین ها، گوشت، ماهی، لوبیا، نخود و شاتوت. عجیب آن است که نمود فعال زندگی ما در همین منیوهای مفید غذا می باشد. من خرسندم که صاحب این سلامتی و زیبایی شدم. من نتیجه های خوب به دست آوردم. اساسش این است که من بدون تلاش جدی لاغر شدم و این مرا خوشحال می کند. من در این نوشته ها یک برنامه را اضافه می کنم که به من کمک می کند لاغر شوم. و برای دیگران که همچون مشکلات دارند این را پست می کنم. برای چنین غذاها مشق فیزیکی، نفس کشی و استراحت درست، غالب شدن بر استرس که اینها همه نعمت های خوش آهنگ که وزن سلامتی را متناسب نگاه می دارد شامل می باشد. منیوی غذاهای تو چگونه است؟ گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. اینجا
اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. امروز ما همگان به آمرزش گناه های ما نیازمندیم. تنها یک شخصیت قادر است گناه های ما را بیامرزد. تنها یک شخص می تواند نجات بخش ما باشد. و او آن کسی نیست که برای ما جان فدایی کرده است. قرنتیان باب 5 آیه 21. زیرا او که از گناه بی خبر بود برای ما قربانی گناه ساخت تا که ما در او عدالت خدا شویم. آیا عیسی گناهی را مرتکب شده بود؟ نه. او گناه های ما را بر دوش خود گرفته بود؟ بله. هنگامی که عیسی در صلیب آویزان بود، او نه تنها از میغ‌های به دست و پاهایش کوفته و تنها از تاج خاردار که در سر خون‌آلودش مانده بود عذاب می‌کشید. این درد نه تنها جسمانی بود، بلکه هنگامی که او در صلیب مصلوب بود، ظلمات گناه از هر طرف او را احاطه کرده بود. چهره پدرش را در نظر وی پوشانیده بود. از همین سبب او تنها ماند. وقتی که جان می‌باخت فریاد کرد: متا باب 27 آیه 46. خدای من، خدای من، برای چی مرا تنها گذاشتی؟ عیسی تمام گناه های انسان ها را بر دوش خود گرفته بود. او در خود عذاب گناه را احساس می کرد و برای همین جان باخت. عیسی در صلیب تنها علت گناه را می دید. او قرار داد جرم های ما را تا آخر، تا گور همراهش می برد، حتی اگر از آنجا بیرون هم نیاید. نجات انسان ها یگانه هدف عیسی بود. او عاقبت گناه های ما را برداشت. امروز هم عذاب گناه های ما از ما برداشته می شود. افسوسیان باب 2 آیه 8 و 9. زیرا که شما با فیض به واسطه ایمان نجات یافتند و این نه از شماست بلکه عطا شده خداوند است و از اعمال نیست تا که هیچ کس فخر نکنند. نجات این عطا شده خداوند است. ما می توانیم هر لحظه آن را دریابیم. ما باید با ایمان بگوییم: خداوند مرا نجات ده. من با دل گشاده به سویت می آیم. من به نزد صلیب با ایمان آمدم و ایمان دارم که عیسی برای قربانی من است. من در زانو بر هم زده نزد خداوند و گناه های خود اعتراف می کنم. بار گرانی گناه از دوش من برداشته شده به عیسی واگذاشته می شود. من آمرزیده می شوم. من نجات یافتم. پتر باب 1 آیه 18 و 19. چون می داند که شما نه با فدیه طلا یا نقره خریده شده اید از زندگی باطل که از پدران خود به ارث گرفته اید، بلکه با خون گرانبهای مسیح همچون بره بی عیب و پاک. شما از امر خداوند سرکشی کرده اید. آن عملی که منفور است دانسته مرتکب شده اید. شما می توانید همین حالا حضور مبارک خداوند به گناه خود اعتراف کنید. با حس علتناکی جرم نزد او باز ایستید. خداوند بخشنده و مهربان است. گناه های شما را می بخشد.
برای فهمیدن این پنج مرحله را مد نظر می گیریم. 1. خدا شما را دوست دارد و این باور داشته باشید. ارمیا باب 31 آیه 3 با محبت ابدی تو را دوست داشتم. بنابراین تو را با نیکی به خود جلب کردم. 2. اعتراف کنید که شما خودتان را نجات داده نمی توانید. رومیان باب 3 آیه 23 و 24 چون که همه گناه کرده از جلال خدا محروم شده اند و رایگان با فیض او به واسطه کفارت که در عیسی مسیح است بخشیده می شود. 3. عیسی شما را نجات می دهد. به این ایمان بیاورید. یوحنا باب 3 آیه 16 زیرا خدا جهان را چنان دوست داشته که پسر یگانه خود را داد تا هر کی به او ایمان آورد تلف نشود بلکه زندگی جاودانه داشته باشد. 4. به گناه های خود نزد عیسی اقرار کنید و باور داشته باشید که آمرزیده می شوید. یوحنا 1 باب 1 آیه 9 اگر ما گناه های خود را اعتراف کنیم او صادق و عادل است که گناه های ما را بیامرزد و ما را از هر ناانصافی پاک کند. 5. به هدیه‌ای که او عطا کرده است زندگی جاودانه است. تکیه کرده تا ابد خدمت او را کنید. در سرتاسر جهان انسان ها این را به خود ربط می دهد. صدها نفر به نزد عیسی می آیند. هزاران نفر به حضور او می ایستد. آنها به نزد نجات بخش خود آمدند. آنها چنین اقرار نمودند. خداوندا من گناهکارم. من می دانم که خودم را نجات داده نمی توانم. جان خود را خریده نمی توانم. آنها به نزد نجات بخش آمده چنین گفتند. خداوندا تو برای نجات من هستی. برای از وحی. با این عیسی آشنا شوید. او گناه ها را پاک می کند. مریض ها را شفا می دهد. گناهکان را می بخشد. او دستش را به چشم کوران می مالد. آنها بینا می شود. او گوش های کران را شنوا می کند. معیوب ها را شفا می یابد. لال ها را به حرف زدن شروع می کند. به کجایی که او قدم می گذارد آنجا محبت، امنیت و خوشنودی می آمد. کودکان در حضور او بودن را دوست داشتند. شنوندگان عزیز در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.